در رابطه با کاهش آبهای زیرزمینی شهر کابل بیشتر صحبت میکنیم با جناب آقای سید ولی الله عاقلی رئیس هایدروجیولوژی وزارت انرژی و آب آقای عاقلی خیلی تشکر از اینکه تشریف آوردین راه حل بنیادی چی است در گزارش هم دیدیم که پیشنهاد شده بود که در مناطق مانند دشت برچی و خیرخانه و دارلمان و افشار باید حداقل نفوذ کمتر شود چطور میشه اگر این گزینه عملی نمیشه گزینه دیگری عملی شود تشکر سلام و بیننده شما البته به ارتباط رای حل اساسی ما امروز یک برنامه داشتیم مدیریت تغذیه آبای زیرزمینی که خودش میتونه تا اندازه یک رای حل باشه که ما آب سطحی را به آبای زیرزمینی به یک که استانداردهای بین المللی است ایر تطبیق کنیم و دیگه ما یک سروی را خوشبختانه انجام دادیم به 22 رای شهر کابل که ما مصرف کنند عمده را شناسایی کردیم که او برد از شرکت های آب مدنیز آب، آوزی آب بازی و اماماز و همیش شرکت های است یا کلش ما در کل، کلی پیدا کردیم که یا چه خواب مصرف داره و یا یک مدیریت کار دارد یا دا بعضی از در جای سرمگذاری کردن در جای همین شرکت های ساختن که بحران آب, آب, آب زیر است و و ما ساهای کابل به دو زون تقسیم کردیم که زون زیر تهدید است و زون غیر قابل تهدید است در جایی که زون زیر تهدید است اونجا اینا فابریکات خود دارن خصوصا شرکت های بوتلی آب امزو سارا میکشند و تمام ولایت کابل خصوصا به ولایت های امجوار یکی از انتقادی است که ما میاییم برنامه ها را مطرح میسازیم ولی در عمل آنچنان که نیاز است اقدام صورت نمیگیره واقعا امی کمکاری ناشی از چی است دیگر نهادهایی که باید با شما همکار باشند اونا عمل نمی و یا طرها مشکل داره از این پیشتر البته مشکلاتی بوده در سکتور آب و حال خوشبختانه قانون آب پاس میشد و در قانون آب جدید که تعدیل شده تمام اختیارات آب به وزارت انرژی آب سپرده شده که وزارت انرژی آب مستقلانه خودش در عرصه عمل کنه و امی مشکلاتی که بوده دی سبب شده که جناب رئیس آب جمهور و رهبری وزارت انرژی آب به تصمیم برسه که امیس تمام مدیریت آب از طریق وزارت انرژی آب صورت بگیره و ما هم یال فعلا کارهای عملی را دارد انجام میدیم تغذیه مصنوی و یک پروژه را شروع کردیم چون دولت دایی حساب جدی از تمام ادارات جدا خواسته ادارات دولتی که پروژهایی که از سقف بامبا باران باران که میشد از سقف بامبا به با چای جذبی مستقیم فرستاده شود که میال پروژه اش میال از پروژه تدارکات است تا بعضا عملا شروع کرده از خود وزارت انرژی و تدارکات است و دیگه خود امی 22 نایر ما سروی کردیم ما بعضی کسا را باید از یگان جای انتقال بدیم به دیگر که ما البته مانع کار از ما نمیشیم صرف وا جای درست انتخاب نکرده. ما برشان جای منابع های پایدار از ها. جای که هست برای ما مول ما برشون نشان بده چند مورد از همی کارخانه هایی که شما یادآوری کردین مانند فروشنده های نوشابه های غیر و آب آشامیدنی اینا منتقل شدن و یا اصلا تا به حال عملی نشده این مورد <تصفح> چون ما منتظر یک امی خان نابستم که دی کل اختیارات به ما داده شده و از تمام ارگان ها خصوصا ارگان های امنیتی خواسته شده که با ما همکاری کنه و همچنان منتظر امر جناب رئیس جمهور هستیم که در شورای عالی آب رازی بر ما امی وظیفه را بده که ما عملا اقدام کنیم چون ما تمام سوار شناسایی کردیم فقط اجازه از باب باشد ما میتونیم که مدیریت کنیم صرف جایز را تغییر میتونیم ما طرفدار سکتور خصوصی هستیم ما ما سکتور خصوصی دیگه هم فرصت میدیم اما مدیریت کار دارن اگر اینگونه بپردازیم که کابل بینمی وضعیت چند سال دیگه میتونه دوام بیاره و بتونه از آب های زیرزمینی باشنده ها را تغذیه کنه متاسفانه که در شهر کابل 100 صد, صد استفاده از آب های زیرزمینی است تنها برای مقصد معیشتی نه بلکه صنعتی و حتی زراعتی که قابل قبول نیست در کشور در شار دنیا 100 استفاده از آب زیرزمینی صورت نمیگیره و اگر ما به می منوال پیش بریم ما مدلین کردیم ما بیلانس آبای زمین رو پیدا کردیم متأسفانه اگر به می منوال پیش بریم ما برای چهار سال تا پنج سال آینده دیگه باز آب نداریم برای باشیم چقدر ما آماده رفتن به میتونیم بگوییم به شکل امروزی هستیم که بریم به تمام مناطق شهر کابل یعنی پایپ شوه که آب از یک منبع تولید شوه و با از اون طریق پخش شوه و این گزینه روی دست است بله خد وزارت انرژیه و همچنان دولت به ای نتیجه رسیدن که آبای زیرزمینی کابل بر تمام باشندگان کابل کفایت نمیکنه پروژههای روی دست است که آب از بیرون آورده شود خوشبختانه یک پروژه که جدیدا روی دست گرفته شده او آب اوردن از دریای پنجشیر است که هم ډیزاینش جریان دارد و وزارت مالیه حمایت میکند از نگاه بودجه همین پروژه را ما اگر حضور و ذهنم نادرست نباشه تقریبا سه تا چهار سال پیش مدیدم دیدم اما جریان کار شوال مشکل است که چرا به کندی پیش میره اصل چالش دمی مسیر دمی پروژه چی است نه برای کابل ای جدید است او سابق بر شار جدید کابل بود که این پروژه چون شهر جدید کابل انکشاف نیافت البته حال در جریان است اما خیلی بکندی از او خاطر این پروژه تطبیق نشد و بعض مشکلاتی که به وجود آمد اما برای کابل فیلی این امثال اقدام شده و عملا نمیال سروی شده و دیزاین جریان داره برای کابل جدید تکمیل شد برای کابل جدید برای ساعاتی که زون چی بود سنتی بود در اونجا آبرسانی هاش شده و برای خود دی سبز قرار از آب بیاد تا لنه از دریای پنچیر تا به حال ما به کجا تانسته ما برسانیم و شهر کابل تا لنه کدام پروژه عملی نداریم اما نمی پروژه رو گفتم دیزاینش شروع است قرار است کاملی شه. چه زمانی تمام میشه و به با بهره برداری سپرده میشه وزارت انرژی آب خب به این صدد است که هر چه زودتر شود البته وقتی یک پروژه تطبیق میشه مشکلات اجتماعی خود دارد مهم. مشکلات تکنیکی است و چون یک مسیر طولانی است حتما زمان میگیره خب در طول دو سال سه سال تطبیق شد خیلی خوب است تا سه سال بعد ما با کدام موارد باید روی دست بگیریم که حداقل در کوتاه مدت بتونیم از همین در در مدت جلوگیری کنیم خوشبختانه وزارت انرژی ها به میال برای کوتاه مدت میان مدت تا این مدت پلان دارد و عملا باورمند است که پروژه تطبیق میشه برای کوتاه مدت همین ریچارج آبای زیرزمینی چی از طریق امی پروژه لندل میلز است و یا از چی بامباست که خیلی لگاو زیاد است از تمام ادارات دولتی و مساجد و مکاتب یا و همچنان مدیریت مین یوزر یا امی مصرف کنندگان عمده و همچنان امیدواری است که از بندش شاوروز و از قرغه یک مقدار آب را ما بیاریم و در میان مدت آب پنشیر باید و در تاویل مدت بخیر بند شاتوت است و گل بحار است بسیار تشکر آقای آقلی که تشریف آرده تشکر از شما